این روزا اسم محمد رضا شهبازی بیشتر از همیشه سر زبون هاست. مجری تازه به دوران سیما رسیده ای که با ادبیات لومپنیزم و مورد علاقه حکومت بارها برای جلب توجه مخاطبان همتراز خودش اسامی افراد مخالف جمهوری اسلامی رو بارها بیان کرده و با رجزخوانی برای این افراد به قولی سعی در بیشتر دیده شدن داره و به نوعی حالا پا تو کفش بزرگترای همین عرصه هم کرده. اما داستان این روزهای اون داستانی متفاوته. او چند روز پیش از صدا و سیما خداحافظی کرد و حالا به یک باره باز هم در تلویزیون دیده شد. ناز و ادایی در حد مجریان این روزهای تلویزیون که به خاطر شرایط و قراردادهای میلیونی به مجریان با سابقه صدا و سیما حسادت کرده و در نبود مجریان پرطرفدار تلویزیون به اونها حمله کرد. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حمله محمد رضا شهبازی، مجری مغموم برنامه پاورقی و این روزهای تلویزیون، به فرداد فرحزاد، مجری ایران اینترنشنال میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. محمد رضا شهبازی از اون دسته چهره‌های تازه ظهور کرده ی صدا و سیما است که نامش در کنار کسانی چون فروغی میاد. در واقع او منتسب به همون گروه جلیلی و جبلیه. بخش از پروژه خالص‌سازی در صدا و سیما که یک گروه سیاسی در پی اونه. انتشار یک توییت از شهبازی در کنار آماری که از مخاطبان برنامهش منتشر شده به بحث و جدل‌ها درباره اون هم دامن زده. ابتدا توییت شهبازی که قرار بوده با برنامه سید خندان به عنوان رامبد جوان و خندوان هم باشه که نوشته ما این پاورقی رو میسازیم، میگیم سلبریتی باید در خدمت رسانه باشه، هماهنگ با سیاست‌های نظام باشه، باید با سلبریتی که وسط شلوغی‌ها آب به آسیاب دشمن میریخت برخورد بشه. بعد اونور گلزار و رشیدپور دارن گرم میکنن برگردن روی آنتن. اینور بچه‌ها با بیپولی ساختن، فوش خوردن، خانواده‌هاشون اذیت شدن و اونور هم طرف یه سال رفته دوراش رو زده، عشق و حالش رو کرده، به ریش نظام خندیده، توی لایو و کلوفت بار نظام کرده. حالا که به واسطه یه دور بودن از آنتن یکم مخاطبش کم شده، قشنگ میشینه توی هواپیما از کیش میاد تهران، برنامه چند ده میلیون میگیره و برمیگرده. این وسط هم بی خیال آرمان و روح الله، بی خیال بدن عجمیان که روی آسفالت خیابان کشیده شد، بی خیال صدای بی رمق علی وردی که در لحظات آخر هم داشت رجز میخوند. ای دنیا، این ویدیو از اون هم در حالی مورد توجه قرار گرفت که تا دید مجریان پرطرفدار به تلویزیون برمیگردن، ترس از دست دادن جایگاهش رو به شدت احساس میکنه و با این ویدیو ناز و عشوه‌ای در حد صدا و سیما رو آغاز میکنه. امشب قسمت آخر برنامه پاورقی با اجرای بند لااقل منتشر شد و پخش شد. بند خداحافظی میکنم از برنامه پاورقی به این دلیل که امروز متوجه شدم که حضور جناب آقای رشیدپور و جناب آقای گلزار روی آنتن رسانه ملی قطعی شد. بعضی ها میگن که این نگران آنتن خودشه، نگران برنامه خودشه، نگران کاسبی خودشه و از اینجور چیز ها. ببینید، اولا که کسی جای منو تعیین نمیکنه، چون اساسا این جایی که من نشستم خیلی جای پرطرفداری نیست. یعنی حتی در بین دوستان حزب اللهی هم خیلی افراد کمی شاید باشن که حاضر باشن بیان اینجا بشینن و این حرفا رو بزنن و این برخوردها رو ببینن. بنابراین خیلی اینجایی که ما هستیم دکون دو نبشی نیست که خیلی پاخور داشته باشه و خلاصه نگران باشیم که حالا یه دست فروشی هم بیاد جلوش بساط کنه. و دو اینکه اصلا حضور این دوستان تقویت جایگاه ماست. توی دونه قاب نمیخوام وایسن. آب تو آسیاب دشمن ریختن، سکوت کردن، استوری گذاشتن، اینو دوباره برگردن. ببخشید، اسکل نظام مقدسیم؟ من 9 ماه 160 خورده ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجب کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400 500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه؟ خب آقا این نباید، اگه اون درسته این نباید باشه. شبی 400 500 میلیون به اون بدید، شبی 100 تومن 200 تومن به این بدید، از کیش قشنگ بشینه تو هواپیما خونش بیاد اینجا اجرا کنه بگیره بره. ها، محمد رضا شهبازی که به عنوان طنز پرداز جریان انقلابی مشهور شده، با انتشار متن و ویدیویی اعتراضی در کانال تلگرامی خودش از پایان همکاریش با صدا و سیما خبر داد.
شهبازی در اظهاراتی با انتقاد از بازگشت رضا رشیدپور و محمد رضا گلزار به صدا و سیما نسبت به رفتار همراه با احترام حداد عادل و محمد مخبر در مواجهه با سید محمد خاتمی هم اعتراض کرد. با این وجود خبر بازگشت گلزار و رشیدپور به صدا و سیما مورد استقبال برخی قرار نگرفت. روزنامه کیهان در خصوص این خبر نوشت: یه مجری بد سابقه در حالی به زودی اجرای برنامه سیم آخر در تلویزیون رو عهده‌دار خواهد شد که شبکه ضد ایرانی درباره اون دست به افشاگری زد. توییت شهبازی اما با واکنش تند محمد رضا نجارزاده، مدیر گروه اجتماعی شبکه 3 سیما هم مواجه شد. نجارزاده ضمن خطاب کردن شهبازی با لفظی غیر قابل انتشار در انتقاد از وی نوشت: آخه امروز نظرسنجی برنامه فاخرت اومد، مخاطب 5% سید خندان، معلا 37%، محفل قرآنی 4 برابر شما، عجوبه ها تا 30% رو زد، خودمونی رجبی 19% رو زده، به چی مینازید؟ سیاه کردن چهره جبلی و جلیلی با اشتباهاتتون یا بی مخاطب کردن شبکتون؟ این بدبخت هم که ساکت فتنه بود. اما این متن پرسوز و گداز که شهبازی درباره زمزمه بازگشت رشیدپور به آنتن صدا و سیما گفته بود، برخی میگن اون احساس خطر کرده از بازگشت چهره‌هایی مثل رشیدپور. اما تنها مسئله شهبازی این نبود. او پیش از این به جام جهانی قطر رفته بود، در کنار افرادی مثل امیرحسین ثابتی. حضور رانتی اون و چند دیگه در قطر خیلی از کاربران رو شاکی کرده بود. اونا رفته بودند که تیم ملی رو تشویق کنن. اما خب تو این بیپولی واسه چی با پول مردم رفتن؟ بدون تخصص واسه چی موندن صدا و سیما؟ ما طلبکاریم که چرا شما را از اول راه دادن، نه شما طلبکار که چرا الان دیگه تحویلتون نمیگیرن. در ضمن در همین روزا یه افشاگری جالب توجه هم رخ داده. گفتند که برنامه شهبازی فقط 5% مخاطب داشته. حالا این موجی جنجالی که بعد از ناز و ادا دوباره در تلویزیون دیده شد و البته با انصراف رضا رشیدپور هم از حضور در تلویزیون بشکن و بالا بندازش باعث شد چهرش خندانتر از همیشه باشه، با حمله به فرداد فرحزاد، خبرنگار ایران اینترنشنال گفته که پاورقی دوباره بیاد روی آنتن و همچنان خاری باشه در چشم دشمنان و اونایی که میخوان رفاه و راحتی و خونگرمی و دلگرمی رو از مردم ایران بگیرن. مثلا ایشون مجری ایران اینترنشنال که به من پیام داده بود که آقا میشه با شما مصاحبه کنیم، که بنده گفتم که خیر، چون جواب سلام واجبه سلام دادیم و گفتیم خیر. نه آقا اینجور نیست، ما هر جا باشیم هر اتفاقی بیفته در این که شما دشمن مردم ایرانید که شکی نداریم، که شما خوشحال نباشید، خیلی ذوق نکنید که آخ چون پاورقی رفت و دیگه مثلا کسی نیست سوتی ما رو بگیره. دست شما واسه کل مردم ایران تقریبا رو شده. یه تعدادی هستن که حالا همچنان شما رو میبینن و یه مقدار فکر میکنن که تلویزیونید، ولی اینکه گفتی با تلویزیون اینترنشنال، این تلویزیون که هیچ، اصلا چیزی به اسم ایران اینترنشنال قبول نداریم، شما لشکر دشمنید رسما در ناامید کردن و اینها. خلاص اونایی هم که امیدوار بودن خیلی امیدوار نباشن، پاورقی همچنان هست و انشالله همچنان جیگر شما دشمنان مردم ایران رو آتیش خواهد زد. اما بعد از این حواشی پیمان جبلی در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: در رسانه ملی مسیر تحول بازگشت پذیر نیست. یک سال اخیر و تحول مشهود در محتوا و رویکرد بهترین دلیله. در این دوره تحولی مدیریت باج بگیر و باج بده به تاریخ میپیوندند. جای نگرانی نیست انشاءالله. به در پاسخ یک کاربر در باره خداحافظی محمد رضا شهبازی از تلویزیون گفته بود: آقای شهبازی و برنامه پاورقی ادامه خواهد یافت. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید.